بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان و دوستان و محترمان فارسی زبان در هر کجا که هستید. عزیزان و بیننده برنامه خودتان، برنامه زنده و مستقیم روشنا هستید. انشالله که همواره صحتمند سلامت جانجار و تیار باشید. عزیزان و بزرگواران، اعیاد گذشته شما را برای شما عزیزان تبریک و تهنیت میگم. یک روز دوشنبه دیگر است و باز هم در خدمت کارشناس محترم برنامه خانم دکتر بیانی بزرگوار هستیم و از حضور ایشان استفاده میکنیم. سلام علیکم خانم دکتر بیانی، بسیار خوش آمدن. بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت شما مجری خوب برنامه روشن و همینطور همه بینندگان برنامه. متشکرم از شما خانم دکتر بیانی. همطور که بینندگان عزیز از ما هم میدانن، بحث در روزهای دوشنبه در مسئله اخلاق شهروندی است و به ویژه در جلسات گذشته در موضوع خاص اخلاق شهروندی و خدمات اجتماعی صحبت میکردیم. این مسئله وقتی بسیار پررنگ میشه که جامعه دچار یک دگرگونی و یک تشدد و یک شرایط نابسامانی شده باشه، این مسئله خود بسیار نشان میده. چون در یک جامعه ای که هم دکتر یک جامعه عادی باشه، امنیت باشه، قراری باشه، یک دولت مستحکم بر جای باشه، عموما این وظیفه را یعنی خدمات عمومی را دولت انجام میده. اگر مثلا شفاخانه میزنه، اگر که یک نهادهایی را تشکیل میده برای که به نیازمندان کمک شود، به افراد دیگه کمک شود. من نمیفهم مثلا آتش نشانی برای که یک وقت یک جای آتش گرفت، یک حادثه رخ داد، اونا را کمک برسانه، یا شرکت آب، شرکت برق، اینا همه وظیفه دولت است عموما، یا حداقل که دولت او را سر و سامان میده. اما اگر یک زمان باشه که دولت در توانش نباشه یا یک شرایط آشفتگی در کشور حاکم باشه، خب قطعا نمیشه که توقع این خدمات و خدمات رسانه را از دولت داشت. یا در برخی جاها بسیاری از وظیفه خدمات عمومی بر عهده نهادهای مدنی است، یا اون چیزی که در کشور ما متاسفانه یک مقدار نامش هم بعد از جامعه مدنی میگن، ولی وظیفه جامعه مدنی یا NGO نمیست که یک سری خدمات عمومی و اجتماعی عام را عرضه بسازن که در کشورهای مختلف دنیا همی کار انجام میشه. بسیاری از وظایف بر عهده NGO ها و همی نهادهای جامعه مدنی است. و ما خواه اگر یک شرایطی باشه که امنیت نباشه که نهادهای اجتماعی بتونن فعالیت خود انجام بدن، یا شرایط فرهنگی نمیفهمم، یا شرایط اقتصادی دولت به یک نحوی نباشه که بتونه که این خدمات را ارائه بده، فکر میکنم در همین نقطه است که اخلاق فردی و اخلاق شهروندی بسیار بسیار نمود پیدا میکنه. چون در اینجا یک فرد است که این وظیفه اخلاقی بدوشش است تا یک سری خدمات عمومی را انجام بده، برای که شهر او حالت از هم پاشیدگی که ممکنه در نبود این نهادها اتفاق بیفته را نداشته باشه، خدای نکرده. یا بالاخره نیازهایی که دیگه افراد دارند را مرتفع بسازه. کمایی که ما متاسفانه در یک اخباری میخوانیم، در فضای مجازی میبینیم، یا در تلویزیون اینترنت اینا میبینیم که مثلا در فلان گوشه از شهر کابل فلان اتفاق افتاد، یک سری اطفال مثلا جان خودشان از دست دادن فقط به خاطر گرسنگی یا به خاطر تشنگی، به خاطر مثلا نبودن آب باغات یک باغدار ممکنه که از بین روه، یا به خاطر نبودن امنیت مادوزی زیاد شود در بین مردم، یک اتفاقاتی میفته. در اینجا اخلاق شهروندی بسیار نمود پیدا میکنه. ما از شما میخوایم خانم دکتر بیانی، این مقدمه طولانی رو گفتم که ادامه همین مبحث که ما به عنوان یک شهروند، به عنوان یک فرد کاملا عادی که به دولت هیچ اتصال ندارم، به نهادهای مدنی هیچ اتصال ندارم، فقط و فقط به عنوان یک فرد مسلمان، یک شهروندی که در یک کشور اسلامی زندگی میکنم یا در هر کشور دیگه، چی وظیفه بر دوش از من است؟ بله، ما در همه دوشنبه ها تلاش میکنیم که بخشی از این وظیفه اخلاقی را بیان کنیم و تلاش میکنیم که گفتار ما برآمده از متن دینی باشه. بله. برآمده از سنت دینی باشه، چون که میبینیم که بسیار از بینندگان ما و شما افرادی هستند که علاقه مند هستند به این که یک معید دینی
برای مو رفتار بیان شود تا علاقه منتر شوند، و یا اینکه بله به خاطری که از همی سنتی است که در کشور ما وجود داشته، سنت دینی، علاقه مند هستند که آگاه شوند و چه بسا که تشویق شوند برای بله کار. پس منبع ما هم تلاش میکنیم که اما منبع دینی باشه و برآمده از سنت دینی باشه. درست و در جلسات پیشتر اگر دقت کرده باشید و اگر بینندگان محترم برنامه را پیگیری کرده باشند، ما به مصادیقی از خدمات که گمان میکنیم که یک فرد عادی، یک نفر مثل ما و شما که یک وظیفه عادی داره، یک زندگی عادی داره، در یک گوشه از شهر زندگی داره، مراودات محدودی با همسایگان، با خیشان و با همکاران از خود خود داره، همین فرد چه کار میتونه انجام بده که یک برنامه بسیار شاید طولانی هم شد درباره صدقه صحبت کردیم، درباره وقف صحبت کردیم. یکی از چیزهایی که ما میتونیم انجام بدیم و ما خطاب هستیم در متن دینی برای که او را انجام بدیم، ای است که در مراودات اجتماعی و در امی زندگی جمعی که چه در شهر است یا که چه در روستا و قریجات است، ما به نیازهای اولیه یکدیگر توجه کنیم. بله و یک دسته روایات بسیار زیادی هم داریم درباره ای که خدمت ما در شهر و در جمع باید برای برآورده کردن چنین نیازی باشه. خب اولین نیازی که انسان داره چی است؟ نیازهای زیستی، بله اول نیازهای افراد بله هستند که میشه بگیم اما نیازی که به آب داریم، و به خوراک، به خوراک و به مسکن، بله که ما نمونه های از اینها را در وقتی که میخواستیم که دامنه صدقه را بیان کنیم با هم درباره اینها صحبت کردیم. بله اما امروز مشخصا میخوایم درباره یکی از این نیازها و نگاهی که روایات ما به امی چگونگی پرداختن در امی نیاز داشته صحبت کنیم که نیاز به آب است. ما در خبرها دیدم که یک سری شاید فعالیت های مثبتی برای ای که مشکل آب کابل رفع شود در حال انجام بله است، که خب بسیار آدم خوش میشه وقتی که چنین اخباری را میشنوه. و ما و شما هم باز خبر داریم که در شهر کابل و یا شهرهای بزرگ دیگه کشور آب یک مسئله جدی است. بسیار جدی است. بله بله و باز خصوصا وقتی که شما میبینید که وارد پاییز و زمستان میشیم، نگرانی ما از این که آیا منابع آبی ما تأمین میشه، آیا بارشی هست یا نه، شاید بیشتر شود. و خب الان یک ماه هم تیر شده از زمی فصل و بسیاری نگران هستند که یا امیدوار هستند، شاید اگر بگیم امیدوار شاید بهتر باشه، امیدوار هستند که انشاءالله برکات آسمانی نزول پیدا کنه و شهر دچار کم آبی نشود. درباره ای که چرا آب در روایات ما اهمیت داره، خب گپ بسیار زیاد است. شاید یکی از اموری که باعث شده آب در روایات مهم باشه کمبود آب در شبه جزیره عربستان بوده، در منطقه ای که مسلمانان اولیه زندگی میکردن. خب یک دلیل است، اما شاید دلیل دیگه اون باشه که آب یک نیاز زیستی است. اگر که ما دسترسی به آب نداشته باشیم، ما دیگه حیات ادامه پیدا بله. نمیکنه. خب و معنی آب است که زندگی بله. ادامه پیدا میکنه. بله بله. و خب باز شما که حیات گفتید، حیات میدانید یک نفره که میگیم که او حیات داره یا یک صفت و یک برخی میگن یک اسمی از الله هست که خداوند حی است. بله. یعنی یک معانی مختلفی برای او شمردن. یک معنی از اوی است که فعال در راک، یعنی هم میتونه بفهمه، درک کنه، هم میتونه کار انجام بدیه. ولی ما این معنا رو برای انسان شاید نتانیم
براحتی در نظر بگیریم. اما وقتی میگوییم که یک نفر زنده است، یعنی او میتونه که کار انجام بده، در میتونه حد جای خوب خودش بلند میتونه شود، دیگه، در بله، حد و توانمندیش. میتونه که بفهمه، میتونه که نسبت به پیرامون آگاهی پیدا کنه. پس ببینید، اگر که ما کمک کردیم به حیات یک نفر، یعنی کمک کردیم به اینکه او امکان آگاهی داشته باشه. و باز این آگاهی یک روایت است بسیار زیبا، است تعابیر مختلف و معانی مختلف از او روایت هم داریم که علم یک نور است. شما یا ما یا هر نفری که زمینه حیات برای یک انسان فراهم میکنید، یعنی زمینه ای که اون نفر نور داشته باشه فراهم کردید. و باز شما ببینید هم در روایات و هم در آیات خداوند است که الله نور بله، السماوات والارض، یعنی زمینه زیست معنوی برای یک نفر فراهم کردید. و همچنان هم دکتر من فکر میکنم با این زمینه سازی ما از بر زنده بودن و حیات داشتن خودمان را هم نشان میدیم، چون بله نشان دادیم که اولا درک کردیم و دوما به دنبال درک یک فعالیت انجام دادیم. بله بله یک کار انجام داده. پس ببینید که ارزش همین حیات، شاید که از منظر زیستی، از منظر یک نفر که فیزیک میخوانه، شیمی میخوانه، یا یک نفر جامعه شناس است، اقتصاددان است، متفاوت باشه، ولی وقتی که ما به آیات و روایات مراجعه میکنیم، میبینیم که چقدر زیبا ارزش حیات یک انسان گفته میشه. و باز وقتی که روایات ما تأکید میکنه که کمک کنید به حیات انسان، با چه کاری؟ با یک کار ساده مثل آبرسانی. شاید یک نفر دیگه خواهد بگه که خب ما در شهر ما شاید احتیاج به آب نباشه، خب نیاز زیستی دیگری رو برطرف کنید. ما میشنویم که در گوشه کنار شهر خود ما، شهر کابل، هستند افرادی که نیاز به همین ارزاق دارن، نیاز به غذا دارن، نیاز به نان دارن. تلاش کنیم که با همین مقدمه سازی که انجام شد، تلاش کنیم که امون زمینه نور، زمینه آگاهی، زمینه رشد معنوی را برای افراد ایجاد فراهم سازیم. کنیم. بله گاهی اوقات خانم دکتر افراد میگن که خب ما اگر که به افراد نیازمند یک پول و پیسه یک کمکی برسانم، از کجا نمعلوم که نمی فرد نیازمند باشه. ولی وقتی که ما این فکر را بکنم که در فرد مقابل ما یک قرص نان میدم یا برایش امی ارزاق عمومی مواد خوراکه میدم، او قطعا نموره نیاز داره که دست خود دراز میکنه. اگر نه نیاز نداشته باشه، کس برای یک قرص نان دست دراز نمیکنه. میتونم که امی کمک خود در قالب امی نیازهای اولیه و نیازهای حیاتی و نیازهای زیستی در افراد مقابل تقدیم کنم. بله درست است. و باز ببینید که وقتی که وارد روایات میشیم، من بسیار خوش دارم، بسیار خوش میشم وقتی که خودم به عنوان یک فردی که احساس نیاز کردم روایات میخوانم، بله و بسیار دوست دارم که درباره اونها صحبت کنم، به خاطر که میبینید که بسیاری از رفتارهایی که ما انجام میدیم، رفتارهای همین حمایت هایی که انجام میدیم، یک فعالیت فطری است. بله و وقتی که میبینیم روایات ما در همین امر فطری توجه داره، بسیار خوشایند است برای فردی که علاقه داره که زندگی و زندگی دینی باشه، به خاطر که میبینه که روایات چقدر انسان را متناسب با دقیق، فطرت بله، انسان است. انسان را دقیق شناختن بله. و متناسب با ظرفیت انسان و متناسب با فضایی که انسان در او حضور داره و رشد داره صحبت کردن. یک روایت بسیار زیبا است. من با امی روایت وارد امی بحث روایات مربوط به آب میشم. اگر خانم دکتر اجازه بدن ما یک میان برنامه را ببینیم و بعد وارد مبحث شویم، که بسیار از شما تشکر میکنم. متشکرم. بینندگان عزیز و بزرگوار ما، شماره تماس مثبت 964 780 255 4013 را بزرگواران از یاد نبرید.
شماره تماس است که به برنامه شما، برنامه روشنا اختصاص داده شده و شما از آن میتونید که از طریق واتساپ با همکاران از ما در ارتباط شوید. اگر کدام سوال در مورد موضوعات برنامه دارید یا اگر کدام انتقاد یا پیشنهاد از برنامه خودتان دارید، حتما با همکاران از ما در جریان بگذارید. بسیار بسیار خوشحال میشیم که انتقادات و پیشنهادات زیبای شما عزیزان را ببینیم و قطعا سعی میکنیم که به اینها، به انتقادات شما، به پیشنهادات شما عمل شود. در فضای مجازی هم ما حضور داریم، در یوتیوب، در آپارات، در اینستاگرام، در دیگر فضای مجازی میتونید که برنامه خودتان، برنامه روشنا را ببینید و دیگه برنامه‌ای که از شبکه جهانی هادی تیوی تقدیم شما عزیزان میشه. بزرگواران، یک میان برنامه کوتاه هم میبینیم و باز هم در خدمت شما خواهیم بود. گرچه خستم، دل شکستم، باز هم گشودم دری بروی انتظار، تا بگویمت هنوز هم با آن صدای آشنا امید بستم. ای تو صاحب زمان، ای تو صاحب زمین، دل جدا ز یاد تو آشیانه خراب و بی صفاست. کوچه باغ سینم ای گل محمدی، بطر نامت آشناست. آن که در پی تو نیست کیست؟ آن که بی بهانه تو زنده است در کجاست؟ ای کرامت وجود، باد قربتی که میوزد به کوچه های بی تو، بوی مرگ میدهد، بوی خستگی، افسردگی. کوچه ها در انتظار یک نسیم روح بخش، یک پیام آشنا و دلنواز سینه را گشودند. کوچه های ما همیشه عاشق تو بودند. ای کبوتر دلم، هوایی محبتت، سینم سرشار از غم است. اگر هزار کوه غم رسد، هنوز هم کم است. از درون سینم ناله های مرغ خسته‌ای به گوش می رسد. بالهای زخمیم نیازمند مرهم است. صبحگاه جمعه ها آفتاب یاد تو از نطبه های ما طلوع می کند. ای بهانه ای برای زیستن، اشتیاق همچون سبزه بهاری هر طرف دمیده است. ای بهار جاودان، ای بهار آفرین، ما در انتظار مقدم توییم، ای امید آخرین. یا صاحب الزمان، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مجدد عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان، دوستان و بزرگواران. شما بیننده برنامه زنده و مستقیم روشنا هستید و ما همچنان در خدمت کارشناس محترم خانم دکتر بیانی هستم. خانم دکتر، بحث در باب اخلاق شهروندی است و خدمات عمومی و خدمات اجتماعی، و شما فرمودید که مبحث رفع نیازهای زیستی شاید یکی از مهمترین وظایف اخلاقی افراد باشه.
نیازهای زیستی دیگر افراد. وظیفه اخلاقی بسیار مهم است که در روایات از ما هم برش بسیار بسیار تاکید شده. در خدمت شما هستیم با ادامه بحث. بله، یک نکته که در روایات بسیار ما دیدم و پرتکرار است ای است که در رفع نیازهای زیستی و ضروری فرق بین اینی است که او طرف مقابل ما مسلمان باشه یا نه، هم مذهب ما باشه یا نه، امی که خود در محضر خداوند و امی که همین حق حیات یا نعمت حیات را پیدا کرده یا حتی انسان باشه یا نه، یک مخلوق دیگر است، حیوانات است، درختان است، اما نیاز و آب داره، نیاز زیستی داره که باید برطرف شوه وگرنه از بین میره. و حتی اگر چنین هم باشه از وظایف اخلاقی ما پرداختن به همی رفع این نیاز است. یعنی یک دست روایات ما میگویند که مثلا شما نیاز به آب مؤمنان را برطرف بسازید یا نیاز به غذای مؤمنان را برطرف بسازید. یک دست روایات ما میگوید که نیاز به آب مسلمانان را برطرف بسازید. در دست یک مسلمان وقتی که از راه و از امو سرک تیر میشه بله یک لیوان آب بدید. و البته حتی قید تشنگی هم نداره، یعنی همی که شما تلاش کنید که تو تقدیم بدارید آره او تشنه است یا نه، اگر تشنه باشه که پاداش شما بیشتر است. یعنی شما زمینه یعنی خدمت رسانی را باید فراهم بسازید. یعنی اگر که یک نفر است امکان ای وجود داره که تسهیلگر باشه برای ای که افراد امی نیاز زیستی خود را برطرف بسازند اما کار را انجام بدن، شما میبینید که در بسیاری از جاها ممکن است که در گذشته سقا بودن افرادی بله. که یک مشک آب بردوش داشتن، باز میبینیم که فعلا افرادی هستند که یک ظرف را پر آب میکنند، یا ای که ما میبینیم که در بسیاری از امو دکانهایی که نان میفروشند یک جایی اختصاص دادن به ای که نانی را اونجا میگذارند تا ای که فردی که نیاز داره از اونجا برداره. و یک سنتی است که حتی افرادی که به خرید نان میرن اگر دو دانه، سه دانه، چهار دانه برای خود خود میگیرن، یک دانه یا دو دانه برای یک نیازمند یا برای همسایه هم بله و نیاز او را برطرف میسازن. ولی روایات دیگری هم هست که همه مخلوقات هم و رفع نیاز همه مخلوقات را به عنوان وظیفه اخلاقی ما معرفی میسازن. ببینید روایت داریم که کسی که چاه آبی حفر کنه، حالا یا در بیابان است که حفر چاهی که انجام داده، یا برای مردم آب انبار، یعنی در محلی که در شهر است، در اما قریجات است، جایی که مردم رفت آمد دارند، آماده می سازه، فرشتگان بر او درود می فرستند. یعنی یک نفری که وقتی در بیابان است، یعنی شاید ما ایج وقت فردی که استفاده می کنه نبینیم و نشناسیم. بله. حالا اگر در قریه بود و در شهر بود خوشاید که روی در روی باشیم و بشناسیم و یا خودمان استفاده بله، بکنیم. بله در بیابان شاید خودمان دیگه هیچ وقت بله، استفاده نکنیم. بله دقیقا. و به پاداش هر انسان یا پرنده یا چارپایی که از اون آب بنوشه 1000 حسنه برای فرد. حالا 1000 که میگیم در اینکه این 1000 معنیش چی است بسیار گپ است، اما حرفی که اجمالاً بر روی اتفاق دارن این است که حسنه بسیار، حسنه بیشمار، یعنی پاداش بسیاری برای چنین فردی هست و خواست خدایی است که چنین فردی را در بهشت مأوا بده. یعنی اینجا هیچ قیدی نشده که حتما مسلمان باشه، حتما مؤمن باشه، یا حتما مرد باشه، زن باشه، فقیر باشه، غنی باشه، هم یک فردی که یک مخلوقی که نیاز داره، حتی اگر پرنده در آسمان باشه، حتی اگر یک چارپا باشه. و یا باز در روایات دیگه است که درختان آب بدید، یعنی درخت برای حیات نیاز به این داره که آب او تامین شوه. و درخت در این سلسله حیات که معمولا رسم میکنن میگن از پایین ترین حد حیات بهرمند است که به حد حیوان نمیرسه، به حد بله. انسان نمیرسه. بله، ولی ما باید توجه داشته باشیم به او. بله. خب دکتر یک پرانتز هم من همینجا به ذهنم رسید که چقدر روایات از ما ارزش و اهمیت قائل شدن برای حیات موجودات
که حتی برای یک درخت، برای یک پرنده، برای یک چهارپای حیاتش ارزشمند است، چه برسه به حیات یک انسان. و باز چقدر عجیب که برخی از انسان ها دقیقا نقطه مقابل نمی روایات بیشمار عمل میکنن و براحتی آب خوردن حیات موجودات را میگیرن، حیات درخت و چهارپا و پرنده که سهل است، حیات انسان را براحتی متاسفانه میگیرن و فکر میکنن که دارن کار خدایی میکنن، کار اسلامی و دینی. و ما تو بترسیم از این که ما ممکن است گاهی اوقات ما به عنوان افراد عادی در یک شهر حیات یک نفر نگیریم، اما مانع زمین سازی باشیم، مانع تسهیلگری باشیم. خب یک چیزی که خصوصا در شهر بسیار زیاد است، من بسیار شنیدم، ای است که ما از همسایه خود خود خبر نداریم. بله، ای رو با افتخار تا اعلام میکنیم که من یک نفر هستم که در سر وظیفه میرم و برمیگردم، اما از نزدیکترین افراد خبر ندارم. وقتی که خبر نبودی چطور میتونی که کمک کنی؟ وقتی که تو نمیدانی، چون در خانه از ما بسته میشه و در خانه همسایه روبروی از ما هم بسته است، تا او در سرک نیایه و فریاد نزنه یک نیازی از خود خورم، من خبر نمیشم. اما اگر که هفته یک بار، ماه یک بار در خانه هم رفت و آمد داشته باشیم، بسیاری از اوقات همین رفت و آمد باعث میشه که بفهمیم که همسایه ما، نزدیکترین افراد ما، فامیل ما، دوست ما، همکار ما یک نیاز دارن. خیلی از افراد هستند که رویشان نمیشه که نیاز خورا بیان کنند. بله. و امیر یعنی که روی اینا نمیشه، یعنی بسیار عزت نفس دارن. و عزت نفس داشتن طرف مقابل نباید مانع ای باشه که ما وظیفه خود خورا انجام ندیم. نمیخواید که افراد کنیم، چون باز در روایات هم هست شما وقتی که کمک هم میکنی نباید افراد داشته باشیم. در خانه خود خواه هم باید نگاه کنیم، در اطفال خود خواه هم باید نگاه کنیم. اما بسیاری اوقات است که میتونیم در یک شرایط محدود، مثل همی زمستان پیش رو، همی یک شرایط محدود است، در همدیگر کمک برسانیم و فارق از این که چه اتفاقی در امو بخش سیاسی کشور ما رخ میده. و شاید همی همه کمک باشه برای که اونها هم وقتی همدلی مردم رو ببینن، همراهی مردم رو ببینن، خب انسان ها فطرت اونها یکی است، میفهمند و میبینند که ما مردمی هستیم که در سختترین شرایط در کنار همدیگه هستیم. و چه بسا که افرادی هم که در مناسب بالای اجتماعی حضور دارند، وقتی امی پیوستگی ما را ببینن، چون ببینید شبکه سازی یک بار از بالا است، یعنی ساختار اجتماعی باید یک ساختار اخلاقی باشه، یک بار شبکه سازی از پایین است، یعنی افراد که بله در تای امی هرم هستن، اینها در پایین هرم هستن، اینها میتونن با هم شبکه بسازن و نحوی که ساختار تحت تأثیر قرار بدن. یک رابطه دو طرفه است. بله. وقتی که ما وظایف حاکم و وظایف مردم را در روایات، در نهج البلاغه و در کلام حضرت امیر نگاه میکنیم، میبینیم که اگر رابطه دو طرفه بین بالا و پایین برقرار است، رابطه تضایف است. بله بله. و بنابراین میگوییم که از ساخت از همین طرف آغاز میتونه شود. میتونیم که همین ملت سازی و همین پیشرفت، بله، همین میل به سمت پیشرفت را از خود ما شروع کنیم. درست درست. و مقصدی که خوام دکتر، هر فرد در هر جایگاهی که هست سعی کنه که انمی روایات اخلاقی که برش توصیه شده، توصیه اخلاقی که به دستش رسید از طرف روایات را عمل بکنه. حالا یک نفر بسیار بسیار عادی است، یک نفر مانند ماست که دامنه تأثیر گذاریش انمی همسایه است و یک دو نفر فامیل است، یک نفر شاید دامنه تأثیر گذاریش بیشتر باشه اگر که تک تک افراد، چون بالاخره حتی نظام سیاسی هم خارج از مردم جامعه نیست، نظام کی میسازه؟ نظام که یک فرد جدا نیست، که نمی افراد جامعه است. اگر هر فردی وظیفه خود بدانه که در راستای موضوع برنامه ما کمک های اجتماعی است و خدمات اجتماعی است و به ویژه مسئله حق حیات که تسهیلگری برای که حیات موجودات و انسان های ادامه پیدا کنه، اگر تک تک افراد این وظیفه خود بدانن، فکر میکنم که شاید بسیاری از مشکلات از ما حل شوند. بله. و با
ببینید که باز کشور ما یک کشوری است که تخمینی که زدن، چون آمار که وجود نداره، ولی تخمینی که زده شده شاید که نصف جمعیت از ما زیر 20 سال باشه. بله. یعنی امید به آینده برای مردم ما بسیار زیاد است، میتونند که یک آینده بسیار بسیار درخشان برای کشور انشاءالله در کنار هم ترسیم کنیم و بسازیم. پس ما ببینید میگوییم که روایات به نیاز زیستی ما توجه کردن، در چه قالبی؟ در قالبی که برای همه حق استفاده و همینطور برای همه وظیفه تسهیلگری استفاده از این حق و از این نعمت را قرار داده. بله. مسئله دیگری است که فضائل بسیار زیادی برای فردی که چنین کاری انجام میده بیان شده. حالا ما منظور من نیست وقتی ما بگیم که آب مهم است، همه از ما یک مشک آب بخریم و در سر سرگ از خود خود در سر خانه خود استاد شدیم که ما میخواییم که تشنگان سیراب بسازم. میخواییم بگویم که اما چیزی که نیاز است تشخیص بدم، اگر آب است که خب آب کابل، اگر که من متخصصی هستم که میتونم که کمک کنم و بهبود وضعیت آب کابل، خب از امو متخصص از خود خود استفاده کنم. و اگر که خود یک نفری هستم که میتونم حمایه مالی کنم و امو کار انجام بدم، و اگر که تشخیص میدم که نه من میتونم به یک نیاز زیستی دیگه مثل حق مسکن، نیاز ای که ما یک خانه داشته باشیم، من ممکن است که فردی باشم که به هر علتی از کشور خارج شدم، خانه از من خالی است، میتونم در یک همسایه از خود خوب بسپارم. اگر کسی نیاز داره که از این خانه استفاده کنه، بیایه و استفاده کنه. از این که خدای نکرده در سرمای کابل اطفال ما از سرما بمیرند و ما بعداً عذاب وجدان داشته باشیم که خانه از ما خالی بود و میتونستم کمک کنم و دالم میگشت ولی نکرد. بله، ما میخواییم بگیم که اگر چنین امکانی برای افرادی وجود داره، همین امکانها را استفاده کنیم. نگذاریم که وقتی که زمستان رفت و وقتی که خدای نکرده یک آماری از تعداد تلفات سرما ارائه شد، اونجا ما بله هم پشیمان هستیم و همی که ببینید ما دخیل هستیم در این اتفاق ناگوار. خب پیش پیش قبل از اینکه برف بیایه و قبل از اینکه سرمای شدید بیایه همی فکر انجام بدیم، چون ما بسیار شنیدم که چنین خانه های وجود داره. بله. خب بهترین شاید که استفاده از اوی است که فردی که صاحب او خانه است بیایه و خود از او کمک کنه. ما در روایات مربوط به صدقه میره خواندیم که بهترین صدقه صدقه ای بود که خود فرد با دست از خود خوب با رضایت خواه انجام میده. بله. خانم دکتر اگر در حد 2 دقیقه یک جنبندی بفرمید. بله. روایاتی که فضیلت سیراب کردن را گفتن بسیار بسیار زیاد هستن. من فقط یک روایت را اشاره می کنم. حضرت رسول می فرمایند از جمله برترین کارها نزد خدای بزرگ سرد کردن جگر تفتیده است. یعنی یک نفر اگر تشنه بود شما به او آب بدهید. یک نفر اگر یک نیاز زیستی داره که حیات او به خطر می افته، او را امین نیاز او را برطرف بسازید. او چه کسی است؟ گفتیم در روایات میگوید که هر فردی که حیات داره، انسان است، حیوان است، گیاه است، فرقی نداره. درست است که باز اگر که بخوایم که اولویت بندی کنیم، خب انسان اولویت داره. بله. بر حیوان و بر گیاه. ولی اگر که نه اولویت بندی نبود و ما دسترسی به منابع داشتیم، همه اینها را باید توجه کنیم و در نظر داشته باشیم. لایق حیات بوده که خداوند متعال برش حیات اعطا. بله. کرد. پس ما دریغ نکنیم. بله. بله. دستمون باید که کمک بکنیم. بله. و خود درباره ای که پاداش اخروی فراوان داره بسیار بسیار صحبت شده و درباره ای که امی که شما یک نفر نیاز او رو برطرف می سازید، امام صادق علیه السلام می فرمایند که او رو زنده کردید و اگر یک نفر زنده کنید، یعنی کل انسان ها را زنده کردید. شما با همین کار از خود خو به یک نفر فرصت ای را می دهید که الهی شود، فرصت ای که صفات اخلاقی حسنه در او بروز پیدا کنه و کمال برسه و کمال برسه.
ما اگر این نگاه داشته باشیم، دیگه نگاه ما به انسان‌ها یا نگاه ما به همین حمایتگری که انجام میدیم یک نگاه بسیار مثبت خواهد بود. و من فکر میکنم اگر این نگاه در ما تکثیر شود و تقویه شود، بسیاری از فعالیت های حمایتگرایانه ای که ما انجام میدیم و امی میلی که داریم به کمک کردن، اصلا رنگ کمک کردن نمیگیره، بله. بلکه در راستای شکوفایی مردم ما، شکوفایی کشور ما رنگ میگیره و نقش میگیره، بسیار خوشایند میشن. بله، بسیار تشکر میکنم از شما خانم دکتر بزرگوار و همچنین از شما بینندگان عزیز. هم تشکر میکنم بیننده برنامه خودتان بودید. عزیزان و بزرگواران، با لحظات ملکوتی از آن ظهر با افق شهر زیبای کابل نزدیک میشیم. ما را از دعای خیر خودتان فراموش نکنید. به همراه کارشناس محترم برنامه خانم دکتر بیانی بزرگوار از حضور شما عزیزان مرخص میشیم. در پناه خداوند مهربان باشید. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق.